برو برو باس بده بازم بازم تا مینه شو بازم باری کلاله که خدا وکیلی گل کاشتن بانوان ایرانی منو میزنی به صورت یک لحظه ما یاد دوران اوج خودم افتیم نمیدونم اوج بود یا موج بود خواهم ولی بانوان گل کاشتن موعوز ما خواهم به ما گفتن مجید کالاس روبرتو کالاس جنتلمن امون لاس خواهم ما شود مزدم ای بر دروازه او بر بود یعنی برگریزونا هر فصل بود پاینس میشون دیگه واقعا گل کشتن در تاریخ ایران این همه موفقیت بانوان ایرانی بی سابقه بوده در کجای ایران؟ در تاریخ ایران نداشته واقعا که اینجوری پرچم رو ببرن مرد حسابی قبل از انقلاب کلی از افتخارات داشت اینا چیه؟ چی داشته مثلا خیلی داشتیم هم چند تاشه بگو ها؟ اصلا یکیشه بگو چیز خب اگه راست بگی خودت بگو از بعد انقلاب بگو دن تمام وقتی که اطلاعات نداری خب ما کلن قبل از انقلاب یک دانه فدراسیون فعال ورزشی داشتیم برای بانوان الان شده 49 تا کلن 77,000 تا ورزشکار بانو داشتیم ولی الان رسیده به 1,040,000 تا مدال بین المللی ما دو عدد در طرف خانوما داشتیم الان شده نزدیک 800 تا مفهمی کلن رشته فعال ورزشی یکی بود ولی الان 88 تا رشته برای بانوان داره ما نفس بکش میخوای شما بکن قبل از انقلاب خانم ها آزاد بودن آرامش داشتن تازه خیلی به چشمم می اومدن ایشالله کلاغ بخوره به چشم که ما بدانم که ما دردتان چیه و اصلا هم به چشم نمیم خانم فلاچی خواب یک مصاحبه ای کده با خود حضرت خواب اعلی حضرت اونجا میگه که زن در ایران به هیچ عنوان در زندگی به چشم نمیم مگر اینکه زیبا و دلربا بشه فلاچی کی بوده؟ فلاچی نه و فلاچی یک خبرنگار ایتالیایی بوده که سال 52 در ایران بوده اعزامی صدا و سیما از روم به قم اعلی حضرت هرچی بود خانما رو خیلی دوست داشت بله دوست داشت ما هم احبر همونی از 3-4 تا زن گرفته بود و تازه اینا تو شناسنامهش بودن حالا پانوشت و زیر شناسنامه چقدر بودن اعلام اعلام خون اگر خود اردشیر زاهدی هم که دامادشان بودن میگه که اعلی حضرت خب علاقه زیادی به زنان موگور و موگلان دارد اصلا میگه اینا رو میدید کلن دست و پاش به لرز میفتاد یعنی همیشه رو ویبره بود اون زمان موبایل نبود ولی خدا بیامرز ببین مهم اینه که اون زمان هر چیز زن تو ایران بود همشون باسواد بود همه باسواد بودن آره الان اصلا نبود بله ولی آمارهای جهانی یک چیز دیگه میگن اونا بازم میگن بله آمار دادن یه چیز دیگه میگن چی میگن؟ مگه دهنده به من وقتی اطلاعات داری مگه 50-60% زنان ایرانی کلن بیسواد بودن اساتید دانشگاه فقط 14% بانوان بودن بقیه همه آقایان بودن چی برای خودت تو حرف میزنی وقتی اطلاعات نمیدی نفس بکش بابا مهم اینه که اون زمان اگه کم بودن همشون متخصص بودن متخصص اتفاقا همین آمار میگن مثلا در پزشکی کلا ما 15% بانوان متخصص بودن خب الان رسیدن به 40% اون زمان فوق تخصص 9% بود ولی الان رسیده به 30% متخصص زنان و زایمان 16% بود الان 98% شده آمار مرگ میر سر زایمان 90% کاهش یافته مفهمی یعنی چی؟ یعنی امکانات نبود خواب روش سنتی آب داغ و قابله و اینا اکثرا از بین مرفتن اون خودم یکی از رفیقام وقتی میخواست به دنیا میره خب بابا بزرگش سر زا رفت سودان مادرها سر ازا میرن خب نه این خدا میامرز میخواست برن از چشمه آب بیاره که آب جوش درست کنن زمستون بود سر چشمه رسید گرگا خورده خدا هم با تونو بیامرز خدا هم با شما رو زیاد کنه بیامرز همون زور به قبل شام ببار نور نه انتقابل درصد امید به زندگی بانوان 57 سال بود ولی الان رسیده به 77 سال 77 خورده ای تازه یعنی به یک زن 40 ساله ای میگفتی که ما در چند سالته هم میگفت سن سال بلش که دعا که زودتر بمیرم از این فلاکت خلاص بشم ولی الان یک زن 90 ساله میگه که ما در چند سالته هم میگه اولا مادر ننده بعد من ترانه 15 سال دارم تو چند سال داری آمار دیگه نداری دیگه تمام شد آمار که تا دلت بخوام ما زیاد داریم دیگه وقت نیست مگر نه تامزم میگه نه یه چی تایمز؟ نیویورک تایمز در مورد زنان نویسنده ایرانی از لقب ستارگان ایرانی استفاده میکنه و میگه 13 برابر شدن و با مردان مساوی شدن و یک جمله کلیدی دیگه هم چی میگه؟ میگه که انقلاب اسلامی ایران در سال 57 نقطه عطفی بود برای تمام بانوان در تمامی طیف ها
دستش درد نکنه.